با سلام به بینندگان عزیز این برنامه، بعد از این مسئله تحلیف به صورت از دولت‌های غربی، آمریکا و همچنین اروپا موضع گرفتن و تقریباً همشون اعلام کردن که خب بالاخره یک مسئله داخلی گویا بوده در این اتفاق افتاده و اینها البته با اکرام ولی در حال اعلام کردن که به رسمیت میشناسن دولت احمدی نژاد. تا اینجا به نظران قابل انتظار بود، بالاخره این دولت ها دارن منافع و اهداف خودشون رو دنبال میکنن، خواهان اینم که بالاخره دوباره مذاکرات، معاملات تجاری، روابطشون رو با جمهوری اسلامی از سر بگیرن و احمدی نژاد که هیچ، اگر یک فردی صد درجه منزوی تر و منفورتر از اون هم بود و حکومت ایران گفتیم رئیس جمهور ماست قبول میکردن، در چارچوب دیپلماسی این چیز عادی به شمار میره. اما دو نکته اینجا باید در نظر داشت. اولا اینکه جنبش انقلاب مردم میتونه انقدر قوی باشه که حتی از این کارشون دولت ها رو پشیمون کنه و جنبششون رو کاملا در جهان منزوی کنه، یعنی همین بلایی به سر حکومت اسلامی بیاد که در دوره مبارزه مردم آفریقای جنوبی علیه رژیم آپارتاید اتفاق افتاد و تقریبا همه دولت‌های غربی وقتی این مبارزات اوج گرفت و دیگه دیدن چاره‌ای نیست محکوم کردن اون دولت رو و منزوی کردن و روابطشون رو با دولت آفریقای جنوبی قطع کردن. در مورد جمهوری اسلامی هم میتونه این اتفاق بیفته و سیاست ما، سیاست حزب ما حتی قبل از این اتفاقات مدت هاست این بوده که تحت فشار قرار بدیم این دولت ها و نهادهای بین المللی رو برای منزوی کردن و بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی. این یک نکته و بنابراین هر چقدر هم که اون دولت ها منافع ویژه‌ای داشته باشند و سیاست خاص خودشون داشته باشند، در هر حال در شرایط انقلابی میتونه قدرت مردم انقدر باشه که قطع رابطه اونها با اون حکومت زیر فشار انقلاب قرار گرفته رو به اینها تحمیل کنه و در مورد ایران هم این اتفاق میتونه بیفته و ما این سیاست رو دنبال میکنیم. ولی نکته ای که میخواستم اینجا روش انگشت بگذارم این نیست. نکته این هست که در این که ما میبینیم این دولت ها دارن احمدی نژاد رو که بعد از دیگری به رسمیت میشناسن با اون دارن دوباره مذاکرات و روابط از سر گرفته بشه، ولی یک تغییری این وسط داده شده، نه در رابطه با این موضع گیری، کلا در رابطه با سیاست ها و روابط دولت های غربی با جمهوری اسلامی یک تغییری داده شده که نتیجه مستقیم این مبارزه است که مبارزه دو ماهی است که مردم علیه این حکومت دارن پیش میانن و هنوز هم در جریانه. این تغییر این هست، قبل از این شرایط اون مسائل مطرح و تعیین کننده در رابطه غرب با جمهوری اسلامی مسائلی مثل انرژی هسته‌ای، خطر دست یافتن جمهوری اسلامی به سلاح‌های اتمی و یا دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه، در عراق، در فلسطین، لبنان و غیره بود و این را هم اعلام کرده بودند و غرب کلاً سیاست‌هاش رو دنبال می‌کرد برای اینکه این مسئله حل و فصل کنه و هر نوع انتقادی، اعتراضی و مخالفتی هم با این یا اون جای سیاست جمهوری اسلامی داشت بالاخره به یکی از این مسائل برمیگشت، یا به مسئله انرژی هسته‌ای یا به مسئله دخالت جمهوری اسلامی در منطقه. امروز می‌بینید صورت مسئله کاملا عوض شده، اساس مسئله شده رابطه جمهوری اسلامی با مردم در ایران، یعنی این کشتارها، جنایت‌هایی که در برابر چشم جهانیان کرده به لطف گزارشات و فیلم های خبری که مردم از خود ایران میفرستن، دیگه جهان مطلع. اگر افکار عمومی مردم دنیا فهمیدن، دولت ها هم نمیتونن دیگه چشمشون رو ببندن. ندا و نداها الان شناخته شدن دستگاه افکار عمومی دولت ها و دولت ها دستگاه افکار عمومی مردم دنیا و دولت ها ناگزیرن این واقعیت رو به حساب بیارن، هرچقدر منافعشون ایجاب کنه که روابط رو عادی کنن و با جمهوری اسلامی به اصطلاح اینطور وانمود کنن که بالاخره مسائل داخلی به ما مربوط نیست، در هر حال نمیتونن. مردم خودشون، پوده مردم در خود کشور غربی اجازه نمیدن که به راحتی
با جمهوری اسلامی اینها روابط عادی داشته باشن، حتی عادی مثلا مثل 4 ماه قبل 5 ماه قبل، این دیگه ممکن نیست. ولی ما میبینیم خیلی از دولت ها مثل دولت آلمان اعلام کردی که تبریک نخواهد گفت به این نشون، خیلی ها گفتن ما تبریک نمیگیم. نخست وزیر کانادا اعلام کرده همین اخیراً دیروز فکر کنم اعلام کرده که ما افتخار میکنیم که در کنار مردم ایران ایستاده ایم، سرکوب ها و کشتار ها رو خیلی ها از دولت ها رسماً محکوم کردن و آن چیزی که فضا رو میسازه و رابطه سیاسی بین دولت های غرب و جمهوری اسلامی رو الان داره تعیین میکنه، یک عامل مهمش لااقل، حالا اگر همه موضوعی نباشه، ولی یک عامل تعیین کننده و مهمش رابطه جمهوری اسلامی با مردم هست و با جنبش اعتراضی که در ایران در حال جریانه. به نظر من این روشنه که دولت غربی از یک طرف دیگه هم امیدوار هستند که با یک جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده ای روبرو باشند، که اینطور همه از حکومتی که کاملا در اثر مبارزات و مردم تضعیف شده و بنابراین در روابطشون امیدوار باشند که بتونن سیاست هاشون رو بهتر پیش ببرن، امتیازات بیشتری بگیرن. ولی به نظر من جنبش انقلابی مردم فرصت و مهلت این کارها رو نخواهد داد به این دولت ها. وضعیت جمهوری اسلامی بسیار متزلزل‌تر از اون هست که این دولت ها فکر کنن میتونن یک سیاست حتی میان مدت قابل اتکایی رو با این حکومت به پیش ببرن. مسئله جمهوری اسلامی قبل از هر چیز بقای خودش در جامعه هست، در خود ایران، حفظ موجودیت خودش، جلوگیری از فروپاشی خودش، و برای این کار به نظر من در سیاست خارجیش تعهدات زیادی خواهد داد برای اینکه این هدف به این هدف برسه. و از اون طرف دولت‌های غربی نمیتونن صرفا مسئله رو الان متمرکز کنن رو انرژی هسته‌ای یا دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق و غیره در کشورهای دیگه، برعکس اگر نگرانی داشته باشن همونطور که شخصیت‌هاشون گفتن این هست که انقلاب ایران، انقلاب جاری در ایران منبع الهامی باشه برای مردم در کشورهای دیگه در منطقه، در کشورهای همسایه ایران، در کشورهای مثل عربستان سعودی و غیره و غیره. نگرانشون الان این هست تا دخالت دولت ایران مثلا در عراق یا فلسطین، چون میدونن دیگه قدرتی نداره، دیگه امکاناتی نداره. دستاوردی که انقلاب مردم تا اینجا داشته این هست که اون جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه در دنیا کاملا از اون جایگاه این حکومت رو به زیر کشیده و به خصوص موقعیت جمهوری اسلامی در جنبش اسلام سیاسی رو کاملا زیر سوال برده و بنابراین این دوره تموم شد. به این معنا جامعه ایران پاسخ خودش رو به تروریسم اسلامی داد، پاسخ خودش رو به دخالتگری های جمهوری اسلامی و به این تیر کشیدن جمهوری اسلامی به روی مردم در از طریق نیروهای اسلام در کشورهای دیگه داد. و این به نظر من برای همیشه رابطه بین غرب و جمهوری اسلامی رو تغییر داده. واقعیتی که اینجا من میخواستم بهش انگشت بکنم و مهمه این نیست که تا چقدر در سطح دیپلماتیک دولت‌های غرب احمدی نژاد رو به رسمیت شناختن یا نشناختن. بله باید تمام کوشش رو کرد که حتی در این سطح هم رابطه قطع میشه، ولی واقعیت مهمتر این هست که رابطه بین غرب و جمهوری اسلامی برای همیشه عوض شده و عامل این تغییر هم نیروی مبارزه ما مردم است و این نیرو میتونه چنان قدرتمند بشه که جمهوری اسلامی رو کاملا در جهان منزوی کنه و در خود ایران هم سرنگونش کنه. سالم و پیروز باشید.